سلام، به تفسیر خبر امروز خوش آمدید. پس از آنکه آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم سالانه کتاب اسلامی از اعمال سانسور در ایران گلایه کردند و گفتند بر خلاف نظام اسلامی است که دست و پای نویسنده را ببندیم، قلمش را بشکنیم و کتاب را سانسور کنیم، علی جنتی وزیر ارشاد اشاره داشته است که ما در ایران چیزی به اسم سانسور نداریم و تنها اعمال قانون میکنیم. در همین زمینه با دو تن از کسانی که در این زمینه مدت هاست تلاش میکنن و صحبتهایی رو داشتن در خدمت شما خواهیم بود. در بخش اول برنامه امروز با آقای حسین زمان صحبت میکنیم. آقای زمان که در آخرین مسابقه که ما با ایشون داشتیم صحبت داشتن از اینکه درخواست برگزاری کنسرتشون و همچنین انتشار آلبوم رو به وزارت ارشاد دادن و متاسفانه خبری منتشر شد که با هر دوی اونها مخالفت شده. در این زمینه با آقای حسین زمان صحبت خواهیم کرد و در بخش دوم با آقای مسعود لواسانی همراه شما خواهیم بود تا نگاهی بکنیم، علاوه بر این که صحبت‌های جنتی رو بررسی بکنیم، یک پروسه ای هم از نحوه های مختلف اعمال سانسور در ایران رو با ایشون بررسی بکنیم. مفصلتر آورده و اینطور نیستش که اسم شاهان از کتابای درسی حذف شده باشه، یا حتی آقای آجودانی فرمودن که عکس آقای هاشمی رفسنجانی از کتاب حذف شده. من سوال کردم، گفتن که ما حتی بعد از اینکه ایشان رئیس مجمع تشخیص مصلحت شدن و در جامعه ایشان رو آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب کردن، در کتابای درسی همین یک دو سال اخیر به جای حجت الاسلام آیت الله گذاشتن. درست. و عکس ایشون هم تو کتابای درسی هست، هنوزم هست. میشه نشون بدین؟ آوردین؟ بله، این عکسی که مربوط در مال سال چاپ 90 آید. بله، ببینید این عکسی که در کنار مرحوم بازرگان هست که امام داره حکم به بازرگان میده، آقای هاشمی هم نشسته. من اون عکس رو پیدا میکنم و میارم الان خدمتتون نشون میدم که اینطور نیست. حالا ممکنه یه وقتی هم در یه چاپی عکس یکی بردارن و در یه چاپی دیگه بذارن، اما اینطور نیستش که بنابر این باشه که عکس آقای هاشمی رو بردارن که مثلا سیاست زدگی و نمیدونم اینجور چیزا. بسیار اجازه شما حرف دیگه دارین. در جلسه گذشته شخصی به نام آقای عباس پرتوی مقدم تماس تلفنی گرفتم و این مطلب رو تکذیب کردن که اسمشون حذف نشده، که اسم آقای حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب تاریخ حذف نشده. درس 14 تاریخ سال سوم راهنمایی 1389 در صفحه 67 درس 14 ذیل درس انقلاب اسلامی ایران، میتون نشون بدین؟ بعد درست حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، همونطور که با مارکر مشخص شده اسم بسیار برجسته تر، سالها در زندان تبعید و زیر شکنجه بودند. در صفحه 67 کتاب، در کتاب جدید کل این صفحه هست شد، از جمله نام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. این صفحه 67 سال 89 و این کتاب تاریخ سال 1390 تاریخ سال سوم راهنمایی صفحه درس 14 صفحه 92 عبارت با اشاره به ترور حسن علی منصور و نخست وزیری امیر عباس هویدا قطع میشه. همون سفیری که در صفحه 68 اشاره کردیم رو بعد از منصوب شدن نخست وزیری امیر عباس هویدا کاملا حذف شده و نه در ادامه درس، نه در درس های ما قبل، نه در درس های ما بعد هیچ وجود خارجی نداره. بنابراین من به قول جواب دکتر عدادادل نه تنها تعجب کردم بلکه اظهار تاسف میکنم. بعضی موقع یک فیلمی رو میذاریم، آدم هایی که دستگاه مختصاتشون همه مثل همه حزب الله انقلابی، معتقد به ولایت، معتقد به رهنمودای رهبری، ما چقدر از این مثالا داریم. یکی میگه آقا فوق العاده است،
اگر نشون ندی واقعا خیانت کردی. یکی میگه آقا واقعا این کار کار اشتباهی، این اثر اگر بره واقعا مردم رو منحرف میکنه، چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ مدل چیه؟ وقتی مدل رو درآوردیم اون وقت باید تلاش کنیم حداقل دستگاه‌های فرهنگی مهم زیر نظر مقام معظم رهبری و وزارت ارشاد اینا بیان به یک بینش واحد برسن. ما باید در این نشست‌ها مدل‌هایی پیدا کنیم، خودمون رو به همدیگه نزدیک کنیم، تکلیف کار رو روشن کنیم. من برای شما مثال بزنم، همین مسابقه والیبالی که پخش شد، مسابقه والیبال تا حالا نرفتیم تو اروپا، یا حالا که با کوبا مسابقه داریم از نظر فرهنگی و از لباس و اینها تابستون هم هست، حتما تماشاگرایی که میان برای بازی ایران کوبا بعضیشون از اون ایتالیا بدتره تو پوشش. تو بازی والیبال تماشاگرها چسبیده به زمینن، یعنی اگه در مسابقه فوتبال به قول ما لانگشات، حالا وقتی بازی جریان داره به قول ما تو بک‌گراندش تو اون جمعیت یه زنی مثلا لباسش آستین نداره، این خیلی دیده نمیشه. البته بعضیا به همین هم حساسن، برادر عزیزمون آقای علی آقای مطهری، چون ذکر خیرشه من میگم، شون خیلی هم فوتبالی علاقه داره، زنگ میزنه مرتب که آقا اون فوتبال چرا پخش نشد، برزیل انگلیس خیلی خوب بود شما پخش نکردید. من میگم راست میگی، امشب پخش میکنیم. ولی همینقدر که فوتبالیه اون وقت پدر ما هم در میاره، بعدش زنگ میزنه میگه آقا تو جمعیت یه خانومی بود که آستین کوتاه بود. من میگم من ندیدم اینو، فردا نوارشو میارم تو اتاق من، این فیلمو میاریم تو اون دقیقه‌ای که ایشون دیده، میذاریم اسلوموشن میکنیم، آروم که رد میشه میبینیم تو جمعیت، میبینیم راست میگه، یه خانومی آستین کوتاه پوشیده اونجا. بعد که عادی دوباره پلی میکنیم رد میشه میره، من میگم آقای مطهری چطور دیدی تو واقعا این خانومه؟ من در تعریف ایشون دارم عرض میکنم. حالا اون فوتباله، من دوست دارم یه گروه یه بار بیاد ببینه تو پخش ما، این بچه‌هایی که من خدا این کارا رو میکنم میدونید ما با 7 ساعت تأخیر یا به قول خود اینها دیلی پخش میکنیم، 7 ثانیه، 7 ثانیه، هیچ کس باورش نمیشه. یعنی 3 تا آدم پشت 3 دستگاه نشستن، تأخیر 7 ثانیه است، 8 ثانیه نیست. یعنی اگر بخوام بکنیم 1 دقیقه نمیتونیم کنترل کنیم، چون تصاویر قاطی میشه، یعنی یا باید اصلا کنترل نکنیم یا 7 ثانیه بیشتر هم نمیشه، چون اینا باید با هم هماهنگ تون تون رو صحنه ها عمل کنن. یکی صحنه رو تشخیص میده، یکی فوراً اون صحنه رو حذف میکنه، یکی صحنه به قول ما اینسرت جایگزین میکنه، یه چیز دیگه اونجا ذخیره کرده که تو همین بازی دوم ایتالیا که اعصاب همه خراب شد همینه، صحنه قبل رو پیدا میکنه جایگزین میکنه. چیکار کنیم دیگه؟ چیکار باید کرد واقعا؟ همه آسیب های اجتماعی با بررسی که ما در مرکز تحقیقات استراتژیک کردیم تقریبا رو به افزایش بوده در سالهای اخیر. برای چه؟ برای اینکه اون مبنای فرهنگ صدمه دیده. راه کار چیست؟ چه کار باید بکنیم برای این همه مشکلات؟ من در میان انواع راهکارهای مختلف مهمترین راهکار را تمرکز زدایی می دانم. تا زمانی که فرهنگ ما دولتی است مسائل ما حل و فصل نخواهد شد. تا زمانی که ما به جای تعمیق به ترویج بپردازیم مسائل ما حل و فصل نمی شود. تا زمانی که دنبال کمیت باشیم و هر روز آمار بدیم، آمار تولید کنیم یا نه اصلا آمار واقعی باشه اما دنبال اثر بخشی نباشیم، مسائل ما حل و فصل نخواهد شد. چرا همه کارها به دست دولت هست؟ درسته دولت در زمینه فرهنگ باید سیاست گذار باشه، باید نظارت بکنه، باید حمایت بکنه و اولین حمایتش هم شفافیت در مقررات، اولین حمایتش هم ایجاد فضای امن در جامعه است. اما در این حال
باید ما کار رو به صاحبان اصلیش، اصحاب هنر واگذار کنیم و دولت حامی اونها باشه. خیلی متشکرم. من فکر میکنم اگر بخواهیم محتوای کتاب های جامعه مون و هر جامعه ای بخواد بالا بره و حقیقتا نتیجه تفکر عمیق و اصیل انسان ها باشه، یکی از زمینه های ضروری آن این است که فضا فضای آزاد باشه. هر انسانی حق داره آزاداندیش باشه، این حق طبیعی است که خدا به ما داده، هیچ کس هم نمیتونه از ما بگیره. ممکنه نتونیم ابراز کنیم اندیشه خودمون رو در جایی، اما اندیشیدن طبیعیه. هیچ کس نمیتونه غیر از خداوند تحمیل کنه عقیده ای رو به انسان که انسان باور کنه. میتونه یه چیزی رو بخواد از انسان، پشتش هم فشار باشه که انسان عمل بکنه. این خیلی هم اتفاق میفته. اما این که بگه تو اینجوری فکر کن، اجبارا این نمیشه. حتی خداوند مکرر تو قرآن به پیغمبر که ناراحت می شدن از این که این مردم لجاجت می کنن و ایمان نمی آرن و همراهی نمی کنن، خداوند می فرماید تو از چی نگرانی؟ اگر همه دنیا رو هم به کار بگیری، نمی تونی اینها رو که تو می خواهی عقیدشون رو اینجوری بسازی. اگر خداوند می خواست به اراده می بکنه، همه انسانها به همون صورتی که خداوند می خواست مؤمن به واقعیات، واقعیاتی حقیقی بار می آمدند. ولی این کار خداست. تو مرشدی آمدی مردم رو ارشاد کنی، باید هدایت بکنی، راهنمایی بکنی. این دیگه اختیار خودشونه، می تونن بپذیرن، می تونن نپذیرن. و تا باور هم نکنند، توقع نمی شه داشت که عمل هم بکنند. ببینید این اصول متقن قرآنه. شما سراسر قرآن این نظم رو میتونید پیدا بکنید. اونهایی که زنجیر به پای مردم میبندن، به پاشون که تأثیر رو عقلشون نداره، ولی به هر حال این یک کنایه است، عقل مردم رو میخوان در بند بکنن، اونها جنایت میکنن نسبت به حق بشری و خواست خداوند. حق مردمه که تفکر کنن، به خصوص دانشمندان و صاحبان دانش که اقدر مسئولیت اونها بالاتره. خب در این فضایی که عرض کردم، حالا کسانی پیدا بشن که به خودشون اجازه بدن، به اجازه مردم رو سهل بکنن حقشون رو، بگن شما تفکر ندارید، نداشته باشید. حالا نمیتونن بگن تو قلبتون نباشه، اون که کسی نمیتونه رو اون اقدامی بکنه. اگر بفهمن این که تفتیش عقاید حرامه و گناهه، برای اینه که شما بخواید فشار بیارید تا بفهمید من چی میگم، چه فکر میکنم. الان در بسیاری از برخوردهای پلیس ها و امنیتی ها و حتی دادگاه ها متاسفانه میرن به سراغ این که ببینن تو قلب او چی میگذره، تفکر او چیه. خب این از همون جرم های بسیار بزرگه. باید آزاد باشه تا بهتر فکر بکنه و هیچ هم نگران نباشه که چی به دست آورده با این وضع. من فکر میکنم یکی از وظایف قطعی وزارت ارشاد، از همین کلمه ارشاد، بار سنگینی رو دوش میاد. باید وسائل آزاداندیشی مردم رو فراهم بکنه. همونجور که اشاره کردم در بخش اول برنامه امروز با آقای حسین زمان در خدمت شما خواهیم بود. آقای زمان سلام، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. آقای جنتی در اظهار نظری فرمودند که ما در ایران سانسور نداریم. شما صحبت‌های آقای جنتی رو چگونه بررسی می‌کنید؟ عرض کنم که سلام عرض می‌کنم خدمت شما
و عزیزان که برنامه شما رو بهش توجه دارن. من همین اخیراً که مراجعه کردم به ارشاد برای پیگیری کارام، اتفاقا قبل از این که به من ابلاغ بکنن که شما اجازه ندارید کنسرت بدید و آلبوم تولید بکنید، من چند تا از کار جدیدم رو داده بودم برای شورای شعر وزارت ارشاد، که اتفاقا توی اون کارها ترانه زندونی که من اخیراً اجرا کرده بودم بود و یه ترانه دیگه‌ای که اسم کی دنیا تو خط خطی کرد، که ترانه زندونی که اصلا به طور کل رد کرده بودن و وقتی ازشون پرسیدم چرا، دلایل خیلی واهی آوردن که توش کلمه آغوش اومده، توش کلمه بوسیدن اومده و همه میدونن که ترانه زندونی ترانه در واقع عاشقانه سیاسیه و من بارها اعلام کردم اون از در واقع زبان کسانی است که یارشون در بند و اسمش هم زندونی بود و اون ترانه رو که به طور کلی حالا به چه دلیلی و چه بهانه‌ای گفتن که حذف شده و ما نمیتونیم مجوز بدیم. یه ترانه دیگری بود به اسم کی دنیا تا خط خطی کرد مال آقای کاکایی، گفتم بیت آخرش رو باید حذف بکنید چون بیت آخرش این بود که چی شد که دنیامون پر از جنگ و پر از جنازه شد، خندیدی و لبت پر از باغ انار تازه شد. گفته بودن این بیت رو باید حذف کنید اصلا چون توش اومده که چی شد که دنیامون پر از جنگ و پر از جنازه شد، اصلا این بیت قابل استفاده نمیتونه باشه. خب این کاملا مشخصه که سلیقه‌ای داره عمل میشه و سانسور مگه یعنی چی؟ سانسور همینه دیگه، وقتی شما واژه‌ها و الفاظی رو که خودتون دوست ندارید و احساس میکنید که ممکنه شما رو زیر سوال ببره یا به نوعی درش اعتراض باشه یا ابراز نگرانی باشه، اینا رو میخواد حذف بکنید. و حالا فراتر از اون، وقتی که من ادامه دادم پیگیریامو، این بار دیگه خودم رو سانسور کردم، دیگه با ترانه هم کاری نداشتن. یعنی من رو به عنوان یک کسی که حالا در جامعه هنری تلاش کرده 14-15 سال فعالیت داشته، شما به من میگه تو اجازه نداری. وقتی میگم چرا، چرا شما هم پاسخ نمیدید. خب این یعنی اینکه اصلا به طور کلی روی من خط کشیدید و من رو خودم رو سانسور کردید. حالا اینکه آقای جنتی میفرمایند ما در ارشاد سانسور نداریم، بفرمایید حداقل به من یه نفر جواب بدن که منظور ایشون از اینکه سانسور وجود نداره چیه. آقای زمان، امروز 22 بهمن هستش، به جاست نگاهی بکنیم. شما خودتون سالها از کسانی بودید که از انقلاب سال 57 دفاع کردید، مدتها در جبهه‌های جنگ بودید و بعد از اون هم به عنوان هنرمندی معروف و مشهور بودید که از اون آرمانها و از اون اتفاقات دفاع کردید و دفاع هم میکنید. چگونه از این صحبت ها، این نگاهی که امروز حاکم هست، اگر اون رو در کنار یکی از محوری ترین شعارهای انقلاب 57 که آزادی بود قرار بدیم، چقدر فکر بکنید از اون آرمان ها و اون اتفاقاتی که در طی این سالیان افتاده دور شدیم؟ من فکر میکنم که خیلی از اون آرمان هایی که دنبالش بودیم متاسفانه یا نتونستیم کامل بهش برسیم یا اینکه در واقع بعضی وقتا رسیدیم و ارزشش رو و قدرش رو ندونستیم و از دستش دادیم. و من اون چیزی که برای خودم آزادی معنی کرده بودم این بود که من هر وقت هر زمانی دلم خواست بتونم افکارم رو و اعتقاداتم رو به زبون بیارم، اگر با روش و عمل کرده دولت یا حکومت مشکلی دارم، مخالفتی دارم، بتونم مخالفتم رو اعلام بکنم. و اینطور نباشه که هر کسی لب به مخالفت باز کرد، لب به اعتراض باز کرد، این رو ما در دسته دشمن قرارش بدیم و او رو مخالف در واقع خطرناکی برای کشور و نظام بدونیم. اگه قرار باشه که همه تعریف بکنن، همه تمجید بکنن، همه بهره بگن و هیچ کس بدیها رو بازگو نکنه، این که میشود یک مملکت یک بودی
و هیچ وقت هم به سمت تعالی و به سمت اون چیزهایی که ما به خاطرش تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، شهید دادیم، خون دادیم، به اونها نخواهیم رسید. من فکر نمی کنم حتی پیام خون شهدامونم، شهدای انقلاب و شهدایی که در جنگ از دست دادیم، غیر از اینها بوده باشه. اونها هم برای آزادی انسان، برای کرامت انسان و برای حفظ این چیزها بود که جان خودشون رو در طبقه اخلاص قرار دادن. و متاسفانه من وقتی امروز میبینم که به عنوان یک کسی که همونطور که خودتون گفتید سعی کردم، نمیدونم چقدر موفق بودم، سعی کردم همه زندگیمو وقف این مملکت بکنم، چه در زمان قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب، چه زمان جنگ، چه در عرصه آموزش عالی، چه در آموزش پرورش، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه تکنولوژی. امروز هیچ در واقع کاری تو مملکتم نمیتونم بکنم، هیچ استفاده‌ای از من نمیشه. و حتی وقتی با سرمایه خودم میخوام فعالیت بکنم، فعالیت هنری بکنم، باز هم جلوی فعالیتم گرفته میشه. خب نمیدونم این رو میشه آزادی معنی کرد یا نه، این رو باید آقایون جواب بدن. آقای زمان، ما در آخرین صحبتی که با شما داشتیم، بعد از انتخابات روحیه‌ای در کشور به وجود اومده بود که بسیار امیدوارانه به تحولات نگاه میکرد. با توجه به اتفاقاتی که افتاده، صحبتهایی که میشه، فکر میکنید چقدر به این روحیه صدمه بخوره و چقدر این امکان وجود داره که بشه با همون روحیه ادامه داد؟ من البته علارغم همه فشارهایی که روم بوده، همه سختیهایی که متحمل شدم، اولا سختیهایی که کشیدم رو در مقابل خیلی از کسانی که توی این مملکت به خاطر این کشور، به خاطر وطن فعالیت کردن به حساب نمیارم. من خودم در جایگاه بالایی نمیبینم، ولی با همه اینا هنوز ناامید نیستم. یعنی من هیچ وقت قطع امید نکردم، هنوزم فکر میکنم که میشود مشکلات رو پشت سر گذاشت، هنوز هم میشه در واقع برای این مملکت تلاش کرد و هنوز هم به آینده، به آینده خوب و قشنگ و دلچسب برای این مملکت امید دارم. ممکنه به عمر من کفاف نده، ولی به هر حال من ناامید نیستم و فکر میکنم که مردم ما لیاقتش رو دارن و انشالله به اون چه که باید به حقشون رو میرسن. من تشکر میکنم از شما آقای حسین زمان عزیز. به هر روی امیدوارم که این نگاهی که به مسئله فرهنگی و مقوله فرهنگ در کشور وجود داره هرچه سریعتر از بین بره و ما شاهد یک فضای باز فرهنگی و البته سیاسی اجتماعی در کشور باشیم. به هر روی باز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. همونجور که اشاره کردم، در بخش دوم برنامه امروز با آقای مسعود لواسانی در خدمت شما خواهیم بود. آقای لواسانی تجربه زیادی در حوزه نشر دارند و در همین زمینه بیشتر سعی میکنیم با ایشون صحبت بکنیم. آقای لواسانی عزیز، سلام میکنم به شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. خیلی کوتاه نگاه بکنیم به صحبت‌های جنتی، حاشیه‌های بسیار زیادی هست که باید به اونها بپردازیم. شما صحبت‌های آقای جنتی مبنی بر اینکه در کشور سانسور نداریم و تنها اعمال قانون میشود رو چگونه تفسیر میکنید؟ کامیار جان، برای شروع بحث در زمینه سانسور در ایران و وجود و عدم وجود سانسور، خوبه که به نخستین اظهار نظرهای آقای جنتی در هنگامی که مسئولیت وزارت ارشاد رو میخواستن بر عهده بگیرن یادآوری بکنیم و اشاره بکنیم که ایشون به وجود سانسور در ایران اذعان کردن و به این مسئله اشاره کردن که اگر اسم سانسور رو ممیزی بگذاریم، هیچ فرقی در ماهیت عملی که اتفاق میفته صورت نمیگیره. واقعیت اینه که در ایران سانسور وجود داره و به شکل خیلی گسترده ای این سانسور، یا اگر محترمانه بخوان اسمش رو بذارن ممیزی، داره اعمال میشه تو تمام سطوح و شئون زندگی فرهنگی و هنری هنرمندا و مردم هم میتونیم اون رو ببینیم. از سانسور و فیلترینگ اینترنت گرفته تا سانسور و ممیزی هایی که بر تمامی تولیدات عرصه فرهنگ و هنر اعمال میشه. یکی از نزدیکترین و یکی از تازه ترین رویدادها همین مسئله سانسور در سینما هستش. یعنی مثلا یک کارگردانی قرارداد
بازیگری با یک هنرپیشه رو امضا میکنه، ولی از یه نهادی تماس میگیرن با کارگردان مورد اشاره و میگن که شما حق ندارید مثلا فلان بازیگر رو توی فیلمتون به کار بگیریم و بهشون نقش بدین. اینها همه مصداقهای سانسور هستن. حالا اینکه چه از سوی وزارت ارشاد اعمال بشه، چه وزارت ارشاد بیاد از خودش سلب مسئولیت بکنه و بگه به ما مربوط نیست و از جای دیگه این داره به قول معروف آب میخوره. سانسور الان به اشکال مختلفی داره اتفاق میفته. همین که اصلا آقای جعفر پناهی حق نداره برای 20 سال فیلم بسازه، یا خانم پگاه آهنگرانی به حکم دادگاه مثلا 2 سال از بازیگری محروم هستش، اینا مصداقهای سانسور هستش که داره تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته و ممکن از سوی دستگاه ها و نهادهای امنیتی این اتفاق بیفته، یا از سوی خود وزارت ارشاد به صورت خیلی نرم بخواد اعمال بشه، یا از سوی دستگاه‌های دیگه. سانسور اشکال مختلفی داره که اگر مایل باشین وارد اون بحث بشیم و اون بحث رو بازش بکنیم. آیه لواسانی، اگر بخوایم بررسی بکنیم به صورت بسیار کلی، البته چون مطمئناً وقت زیادی برای این کار لازمه، اگر بخوایم خیلی کلی نگاه بکنیم به داستان، شیوه های اعمال سانسور در حوزه های مختلف چگونه است؟ با توجه به همین جمله آقای جنتی که میگوید ما فقط اعمال قانون میکنیم، به نحوی خودشون میدونن که این اتفاق میفته، ولی خب حالا لفظ محترمانه براش پیدا میکنن. شیوه های اعمال سانسور در ایران چگونه است؟ ببین کامیار جان، اعمال سانسور به شکل هوشمندانه تو ایران صورت میگیره، تو عرصه‌های مختلف هم به شکل‌های گوناگون. مثلا در همین دوره وزارت ارشاد آقای جنتی اومدن به مطبوعات اعلام کردن که ما یارانه کاغذ رو و یارانه‌هایی که به مطبوعات اختصاص می‌یابد رو ممکن از مطبوعاتی که تخلف دریافت بکنن و تذکر بگیرن اینها برداریم. این خودش به نوعی اعمال سانسور دیگه. یعنی اگرچه مثلا نمیتونن به مطبوعات بگن که شما تو چه حوزه‌ای کار بکنید، ولی به اونها میان امتیاز دهی میکنن و این فعالیت به قول معروف مطبوعاتی روزنامه هایی که از دید اونها مطلوب نیست رو گروی دریافت یارانه ها میکنن. تو شرایط اقتصادی که الان در ایران حاکم هستش و مشکلاتی که اونجا وجود داره، مطبوعات گلوگاه اصلیش همون عرصه اقتصادی هستش، دریافت کاغذ و ملزوماتی که برای چاپشون مورد احتیاج هست. وزارت ارشاد میاد فشار میده این نقطه رو و میگه که باید اونطوری که ما میگیم شما به قول معروف اعمال رفتار بکنید، اون گونه باید شما کار بکنید و همونطوری که ما میپسندیم. یه شکل دیگه ای که در خصوص مطبوعات سانسور اعمال میکنن چیزی هستش که در قانون مطبوعات به اون اشاره شده و میگه که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاطباس. یعنی مطبوعات اگرچه به نص صریح قانون اساسی در نشر مطالب آزاد هستند، هیچ نوع سانسور پیش از چاپی نباید به مطبوعات اعمال بشه. این چیزی که تو نص قانون اساسی بهش اشاره شده، اما تو قانون مطبوعات اومدن یک بندی رو پیش بینی کردن که مثلا اگه شورای عالی امنیت ملی بیاد به مطبوعات دستور بده که در خصوص مثلا یک موضوع مثلا تو پرونده هسته‌ای باید این گزارش رو کار بکنن، اونها موظف هستن که بیان این کارو بکنن، یا اگر فلان موضوع رو پوشش ندن، فلان خبر، فلان رویداد یا نامه‌ای که مثلا منتشر شده رو نباید این کارو بکنن، مطبوعات موظف هستن که این کار رو انجام بدن و از اون دستور شورای عالی امنیت ملی تبعیت بکنن. در غیر این صورت توقیف میشن و به محاق میرن. سانسور به شکل اعمال نظارت وزارت اطلاعات بر چاپخونه ها داره در خصوص مطبوعات اعمال میشه. این روزنامه ها هر شب برای اینکه به چاپخونه برن، پیش از اون یک مامور وزارت اطلاعات میره سیدی اونها رو میبینه، یک نگاه کلی مینزه و اجازه میده که چاپ بشه. یعنی به شکل خیلی فیزیکالی هم اینها دارن این سانسور رو اعمال میکنن. تو عرصه‌های هنری هم شاهد این هستیم که مثلا در عرصه موسیقی با مجوز ندادن و ممنوع کار کردن یک هنرمند به صورت کلی، یعنی بدون اینکه در نظر بگیرن آلبومی که برای دریافت مجوز رفته چی هست و یا چی نیست و به شکل موضوعی
بیان کار هنری رو مورد ارزیابی قرار بدن، مثلا کلی میگن که فلان هنرمند ممنوع کار هست، مثل اتفاقی که مثلا برای آقای حسین زمان که از هنرمندهای پیشکسوت ما درس موسیقی پاپ هستن اتفاق افتاده، برایشون 5 ساله که ممنوع کار هستن، البته فکر می‌کنم بیشتر پیش از 88 بود که ایشون ممنوع کار شدن. و در خصوص آقای آریا آرام نژاد اتفاق افتاده تو عرصه موسیقی و بسیاری دیگه از هنرمندهایی که به عنوان هنرمند زیرزمینی اعلام شدن و بهشون اذکار نمیدن، یا بعضی ها هم که به خاطر شرایط حاکم بر عرصه موسیقی خودشون به ممنوع‌کاری خودخواسته تن دادن، مثل آقای یغما گروهی که نامه اعلام کردن که من دیگه هیچ ترانه‌ای نمیگم و در اعتراض به این شرایط حاکم بر فضای هنری و شرایط سرکوبی که در خصوص عرصه موسیقی صورت میگیره، من دیگه فعالیت درس موسیقی رو ترک میکنم. به جز این، در عرصه هنری تو عرصه سینما سانسور به شکل خیلی بیرحمانه‌ای داره اعمال میشه، مثلا به تهیه کننده ها، به کارگردان ها تماس گرفته میشه از سوی نهاد امنیتی و میگن فلان بازیگر رو نباید به کار بگیرین، فلان هنرپیشه نباید تو فیلم شما بازی کنه، فلان قرارداد نباید امضا بشه، و اینها چیزهایی هستش که داره اتفاق میفته، اخبارش هم تو مطبوعات و رسانه ها منعکس میشه، مثلا اون اتفاقی که برای آقای محمد رضا گلزار افتاده. و اگرچه هیچ نهادی به شکل قانونی یا شبه قانونی، حتی یک صورت ظاهری قانونی رو هم رعایت نکردن، در خصوص آقای ممنوع‌کاری آقای گلزار هیچ نهادی اظهار نظر نکرده، ولی کند به شکل غیر رسمیشون ممنوع‌کار هست و به جز اون کسان دیگه‌ای که دارن فعالیت میکنن. تو عرصه کتاب هم که خب یکی از بحث برانگیزترین عرصه‌ها هستش، ما شاهد این هستیم که سانسور به شکل‌های مختلفی در مورد کتاب اعمال میشه و در مراحل مختلفی از تولید کتاب همین سانسور داره اعمال میشه، یعنی از ممیزی پیش از انتشار گرفته تا ممنوع‌کاری نویسنده ها تا اینکه یارانه کاغذ یا یارانه های ملزومات نشر ناشرین رو از اونها دریغ میکنن به دلیل اینکه فعالیت اونها رو مناسبه با اون چیزی که در مد نظر خودشون هست ارزیابی نکردن، و اگرچه به صورت خیلی قانونی نمیتونن به یک ناشری مجوز ندن و یا پروانه نشون رو لغو بکنن، میان از طریق فشار آوردن و در اختیار قرار ندادن ملزومات چاپ و یا نخریدن کتاب، اون سهمیه کتابی که وزارت ارشاد و کتابخانه های عمومی تهیه میکنه اون رو میان از ناشرین منتقد یا ناشرین به هر رو مستقل دریغ میکنن، و خب این به شکلی تو این فضای اقتصادی کشور می فشار مضاعفی هست برای ناشرین، یعنی امکاناتی که باید به صورت مساوی در اختیار همه ناشرین قرار بگیره و اون سهمیه کتابی که باید از همه ناشرین خریداری بشه، فقط از یک سری ناشرین همسو با دولت یا با حاکمیت کتاب خریداری میشه و کتابخونه های عمومی کشور دچار فقر محتوایی هستن از نظر در اختیار داشتن تمامی اون چه که تو فضای نشر کشور داره به چاپ میرسه، و خب یه بخش زیادی از کتاب های ارزشمند و ادبیات جدی یا کتاب های علمی پژوهشی و تحقیقاتی اینها تو کتابخونه ها جای ندارن، فقط هم به دلیل اینکه دولت با اون ناشرین سر به قول معروف دوستی نداره، و این به نوعی باز یک اعمال سانسوری هستش که برای مخاطبین صورت میگیره و مثلا تو کتابخونه های عمومی شما نمیتونید کارهای بسیاری از ناشرین رو ببینید. آیه لواسانی، مسئله سانسور مسئله نیستش که فقط منحصرا به ایران مربوط باشه، بسیاری از کشورها در دوره‌های مختلفی درگیر مسئله سانسور بوده و البته هستند. اگر بخوایم نگاهی بکنیم به این مسئله و بخوایم از تجربه‌های دیگر، تجربه‌ای که حتی در داخل کشور شاید بشه از اونها نام برد و یا تجربه‌هایی که در کشورهای دیگه بوده، شما راه مبارزه با سانسور رو چگونه میبینید و چه مسیری رو حالا بر اساس تجربه و نگاه خودتون پیشنهاد میکنید؟ کامیر عزیز، ببین، ما در مقابل دستگاه سانسور که خب با قدرت داره اعمال
نظر میکنه که خب از ابزار قدرت که برخوردار نیستیم، ولی میشه از الگویی که واسلاف هاول به کار گرفت استفاده کرد. واسلاف وقتی که تو اون دستگاه کمونیستی دوچار سانسور شده بود و خودش و دوستانش نگاه میکردن که از انتشار نمایشنامه ها شعرها و داستانهاشون رو نداشتن، اینها خودشون دست زدن به انتشار کارهاشون و یک مجموعه رو از کارهای سانسور شده خودشون به دست چاپ سپردن. من فکر میکنم با توجه به این که تو فضای کنونی جامعه ما ابزارهای مختلفی برای چاپ و نشر وجود داره و خب دیگه دستگاه سانسور به اون شکل گذشته نمیتونه به شکل فیزیکی مانع از انتشار کتاب و نشر اندیشه ها بشه، از طریق فضای مجازی و از طریق چاپ خونه ها و دستگاه چاپ کوچک میشه این کارها رو چاپ کرد و در اختیار گذاشت، همونطوری که بسیار از نویسنده ها و فعالین فرهنگی ادبی ما دارن این کار انجام میدن، چه به صورت اینکه کتابشون رو در بیرون از ایران چاپ کنن، چه به صورت چاپ آفستی که داره انجام میشه، یا از طریق نشر مجازی کارها. و خب فقط میمونه این حلقه مفقوده اون حق نشری که برای نویسنده در نظر گرفته نمیشه توی این پروسه، اون رو هم میشه به شکلی مثلا از طریق اعلام یک شماره حسابی به مخاطبین و اینکه هر کسی که کتابی رو از یک نویسنده سانسور شده خونده به شکل استفاده مجازی تو شبکه‌های مجازی و اینترنتی یک مبلغی رو در نظر بگیره، برای به این شکل میشه از نویسنده حمایت کرد. و سانسور به شکل سنتی خودش دیگه جوابگو نیستش، اون دستگاه حاکمیتی هم میدونه هر کتابی که امروز اعلام بشه که این ممنوع چاپ هست به فاصله 2 ساعت بعد تو خیابون انقلاب داره دست به دست میچرخه و مخاطب خودش رو پیدا میکنه و تنها اتفاقی که اینجا میفته اون ضرریه که متوجه ناشر و نویسنده میشه از این که در اون سود اون چرخه نشر غیرقانونی و نشر زیرزمینی دخیل نیستن. اون رو هم به نظر میرسه که ناشر مخاطبین فرهیخته و کتاب دوست و فرهنگ دوست میتونن به شکلی جبران بکنن از طریق حمایت از هنرمند. راه دیگه به نظر میاد که پیش رو نباشه، همین که بشه از طریق مجاری قانونی، مثلا از طریق مجلس، از طریق کسانی که بالاخره دلسوز هستن و شاید در نهادهای مختلف بشه پیداشون کرد، از طریق اونها وارد عمل شد و بالاخره تو هر دوره از مجلس یک نماینده شاید بشه که پیدا کرد، از طریق این افراد مثلا بشه مصادیق سانسور رو مطرح کرد تو رسانه ها و از طریق اون هست بخوایم که تو تریبون های رسمی مثل جلسات علنی مجلس بخواهند که به این سانسور اعتراض بکنند. به نظر من نویسنده های کارشون سانسور میشه میتونن تو این شرایط فعلی، خب ما فعلا خیرالموجودین اون آقای مطهریه، برن از طریق آقای مطهری مثلا بخوان که ایشون بیاد تو تریبون مجلس اعتراض بکنه و همین هی تکرار این معنا که آقا سانسور زشته، سانسور بده، میتونه کمک بکنه به این که این سانسور کم کم ترک برداره دیوارش و سوس بشه، یا از طریق مثلا انتشار کتاب هایی که سانسور شدن تو مطبوعات، یعنی مثلا مجلات ادبی یا روزنامه ها بیان ستونی اختصاص دادن برای کتاب هایی که سانسور میشه و به واقع نویسنده های ممنوع القلم اثرشون الزامن چیزی نیستش که شاید مصداق سانسور باشه و حساسیت جامعه رو بر بیانگیزه، فقط به خاطر اینکه اون دستگاه سانسور با یک نویسنده مخالف است اجازه پیدا نمیکنه اون نویسنده که کارش نش پیدا بکنه، یعنی خود اثر بسیاری از مواقع هیچ نکته‌ای نداره که بخواد حساسیت جامعه رو بر بیانگیزه. این راهایی که به نظر من میرسه عملی هستش و تو همین شرایط جمهوری اسلامی هم میشه اینها رو رفت و به نتیجه رسید. آقای لواسانی اگر کلام دیگری هست فرصت کوتاهی داریم در خدمتتون هستیم. من فراموش کردم کامیار جان تو ابتدای صحبتم اشاره بکنم به درگذشت مترجم و نویسنده ارزشمند و گرانقدر کشورمون جناب مرحوم بهمن فرزانه که در ترجمه استاد بودند و بسیاری از شاهکارهای ادبی
قرن بیستم رو از طریق ترجمه هایی که ایشون و برگردون هایی که ایشون انجام داده بودن به زبان فارسی خوندیم و باشون آشنا شدیم و باشون ارتباط برقرار کردیم. از جمله مثلا کارهای همینگوی، ایشون مترجم چیره دست و زبردست، دو تا شاهکار همینگوی بودن، 100 سال تنهایی و عشق زمان وبا. همینطور بسیار از آثار ادبیات ایتالیا رو ما از طریق ترجمه ایشون شناختیم. خانم آلبا دسپدس رو ایشون معرفی کردن به کتابخونه‌های فارسی زبان و داستان‌های خوبی هم نوشتن ایشون در پایان فعالیت هنریشون و فعالیت ادبیشون. دست به انتشار چند کتابی زدن که توسط خودشون تألیف شده بود، سوزنهای گم شده و یکی دو تا کتاب دیگه که من اسمشون خاطر ندارم. و متاسفانه درگذشتشون فقدان غم انگیزی هستش و ضایعه بزرگی هستش برای ادبیات کشورمون و برای عرصه ترجمه که متاسفانه تو هفته گذشته اتفاق افتاد. و من از همین جا به خواهرشون و به جامعه ادبی کشور تسلیت میگم و امیدوارم که به زودی مترجم ها و نویسنده های دیگه بیان و به همون قوتی که ایشون به کار ادامه میدادن جایشون رو پر بکنن و امیدواریم که این خلأ در طولانی مدت وجود نداشته باشه. من تشکر میکنم از شما آقای مسعود لواسانی عزیز که امروز همراه ما بودید. به هر روی امیدوارم مخصوصا بر سر تجربه های مبارزه با سانسور و تجربه کشورهای دیگه و راههایی از این دست بتونیم باز هم با شما صحبت داشته باشیم، از حضور شما و دیگر دوستان استفاده کنیم تا حداقل همونجور که خودتون اشاره کردید صحبت کردن از سانسور رو بیشتر بکنیم تا شاید امیدوارانه نگاهی داشته باشیم با آینده که سانسور از کشور رخت بربنده. به هر روی باز هم از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید و امیدوارم که باز هم این امکان رو داشته باشیم که با شما صحبت بکنیم. از شما هم تشکر میکنم که همراه برنامه تفسیر خبر بودید. به صفحه فیسبوکی ما اگر مراجعه کنید میتونید از اون طریق برنامه های تفسیر خبر رو به صورت آرشیو شده مشاهده کنید و همچنین از طریق همون صفحه فیسبوکی و یا آدرس ایمیل برنامه با ما در تماس باشید و با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون ما رو در بهتر شدن این برنامه یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران خوبی رو داشته باشید و تا درودی دیگر، بدرود.